ادامه لحظات شیرین شب موسیقی با همکاری 10 جیبی را در بدل 1000 افغانی بدست آورید. سلام، انتخاب افغان ها امکان ناپذیر است. فکر جدید، امکانات جدید. الانترا هیوندای و آرامش خانواده ایتان را در دبی فرنیچر جستجو نمایید. دبی فرنیچر، نام معتبر در دنیای مبل و فرنیچر. خوش آمدین بیننده های نهایت ارجمند. شما بیننده برنامه شب موسیقی هستین از طریق تلویزیون یک و مهمان اول امشب برنامه ما داود جان پژمان هستن. بسیار خوشبخت هستم و افتخار دارم که امشب شما را در برنامه شب موسیقی با خود دارم. تشکر از اینکه دعوت برنامه را پذیرفتین. با درود خدمت شما بانو غزل و بانو شما. با سپاس از شبکه یک که ما را دعوت کردن و امروز اینجا هستیم، کنار شما هستیم. جان سپاس. و سلام میفرستم حضور استادان گرامی که اینجا هستند. واقعا حضورشان باعث افتخار ما هست و تمام بیننده هایی که این تالار هستند و همچنان حضور همه بیننده های تلویزیون یک و به خصوص برنامه شب موسیقی که من واقعا از ناموش لذت میبرم، یعنی شب موسیقی. جان سپاس. داود جان برنامه ما رو میبینی یا نمیبینی؟ شاید من خیلی علاقمند برنامه های شما هستم و میبینم برنامه شما رو، میشه دنبال میکنم و من فکر میکنم که پیشتر گمون نکنیم کارمون که با تمام بیننده های برنامه شب موسیقی، یعنی افغانای عزیزمان به هر گوشه و کنار که هستن، آرزو میکنم صحت سلامت باشن و سلام میفرستم. قربان شما. یک جان سپاس، تشکر، سلامت باشین و بازم تشکر که به برنامه شب موسیقی شما تشریف آوردین. سپاس. داود جان عزیز، سفر هنریتون چطور آغاز شده؟ خیلی سخن خوبی و من فکر میکنم که من با موسیقی پروریده شدم، یعنی با موسیقی تولد شدم. در خانواده به دنیا آمدم که خانواده دهقان یا کشاورز، ولی در عین حال خیلی علاقمند با موسیقی بود. یعنی ما زمانی که خود پیدا کردم با موسیقی بودم و موسیقی با تمام وجودم بود و من باز آمدم با فاکولته هنرهای زیبا آمدم درس خواندم. بسیار خوب. و بعد که فارغ شدم باز یک مدت با موسیقی کنار رفتم، چون آن چیزی که ما میخواستیم به جامعه تقدیم بکنیم و آن چیزی که جامعه از ما میخواست کلا متفاوت بود. یعنی ما هنر در اصالتش خیلی دوست داریم، ولی آن چیزی که جامعه از ما میخواست چیزهایی بود که یعنی ما دمون قواعد نمی خود پیدا نکردیم. باز با موسیقی کنار رفتیم و سال گذشته باز یک بار خواستیم که روی صحنه بیاییم و امیدوارم نبودیم برای از اینکه شاید مورد پسند قرار بگیریم، نه، ولی خوشبختانه پس امون حسی که قبلا داشتم این دوباره تبدیل شد. یعنی ما پیدا کردم که نه، ما افغان ها هستن، اون کسایی هستن که اهل هنر هستن، کسایی هستن که موسیقی را دوست دارن، اصالت دوست دارن و ما را حمایه کردن که من ممنون یک و یک وطندارای عزیز هستم. قربان شما یک جان سپاس. خب بس با شما ادامه خود داشت، ولی حال نوبت رسیده که مهمان بعدی برنامه خود معرفی کنیم. در وصف از این مهمان ما میگم که این یک جوان بسیار خوش صدا، خوش کلام و خوش سیما است. لطفا به افتخارشون کف بزنین. امید جان پارسا. اگر خواهی که بیایی تو در آغوشم، عزیز دل مکن هرگز تو فراموشم، به محبت تو من آغشته گشتم، رخ زیبای تو برده عقل و هوشم، فراموشم مکن هرگز، عزیز من، عزیز من، فراموشم مکن هرگز، عزیز من، عزیز من. تو مگر از دل من منجیدی،
عزیز من فراموشم مکن هرگز عزیز من عزیز من فراموشم مکن هرگز عزیز من ادامه لحظات شیرین شب موسیقی با همکاری 10 جیبی را در بدل 1000 افغانی بدست آورید. سلام، انتخاب افغان ها امکان ناپذیر است. فکر جدید، امکانات جدید. الانترا هیوندای و آرامش خانواده ایتان را در دبی فرنیچر جستجو کنید. دبی فرنیچر، نام معتبر در دنیای مبل و فرنیچر. یک سلام مجدد خدمت اوید دوستای که این حالا با ما تازه پیوستند. شما بیننده برنامه شب موسیقی هستین از تلویزیون یک و مهمان جدیدی که تشریف آوردن امیال امید جان پارسا هستن و مهمان قبلی ما خود داود جان پژمان هستن. خب شما خوش آمدین، خواهش میکنم، افتخار بخشیدین که با برنامه شب موسیقی تشریف آوردین و دعوت برنامه رو پذیرفتین. سلام دارم به همه حضور محترم تالار، بیننده‌های عزیز، شما داود پژمان مهربان، قربان شما جان، سپاس. بسیار زیاد خوشحالم که امشب در این برنامه دعوت شدم. تشکر، قربان شما. در وصف امید جان فراموش کردم که بگویم که بسیار نوازنده خوب هم هستن و فکر کنم که سانتور بسیار زیبا می نوازن. بله. در یک برنامه دیگه هم با شما بودیم، برنامه ایدی بود. شما حالا اگه زیبا هستی یا نیست. واقعا زیبا می نوازن. و شما حالات موسیقی افغانی رو بسیار زیبا می نوازید، دیدیم شما را. از ما امید خوب داره مال روی یعنی یک جا کردن دو آلای خراسانی، یعنی سنتور با خوشخارشه داریم کار میکنیم. بسیار خوب. با نزدیکی ها داریم برنامه های خیلی خوبی باید اجرا بکنیم. بسیار خوب. همیان در ذهن ما خطور کرد که دلیل از چی است که شما دو یک جا تشریف آوردین به برنامه، شاید کدام کار مشترک را بخیر بخواین آغاز کنیم؟ من صدای داوود پژمان بسیار زیاد دوست دارم و همچنین احترام دارم به شخصیت هنری ایشان. و داوود پژمان در کناری که یک آوازخوان بسیار خوب و موفق است، یک نوازنده یک آلای موسیقی است که اصلا در افغانستان فکر میکنم تنها خودش باشه که مینوازه و او معرفی کرد و کسی خوب بود که معرفی کرد آلای موسیقی به اسم قشقارچه. قشقارچه به نام قشقارچه است. خب البته بسیار انگ شمار است تعداد نوازنداش، ولی شما بودی که معرفی کردی. گفتی امید عزیز، راست معرفش من شدم در افغانستان. بسیار خوب. اگر بسته بندی بکنین به حساب تار میایه یا پردباب میایه، ضرب میایه، کدام آلای موسیقی است؟ نه، پردباب هم میایه و تار هم میایه. دقیقاً کلش از یک خاندان است، خاندان تار هستن، ولی با تفاوت‌های جزئی. همین شکلش چه رقم است؟ شکلش هم تقریبا مانند شکل تاره، ولی تار که از دو کاسه داره ولی این یک کاسه داره. بسیار خوب. و صدای شباهت به کدام آلای موسیقی داره؟ صدا شباهت با تار داره. خب بسیار خوب. ولی با سنتور کلا فکر میکنی که از یک خانواده هستن. خیلی خوب که بسیار هماهنگی خوب داره. چقدر واقعا دوست عزیز به افتخارشون کف بزنین. بسیار خوب. کم و بیش داود جان برای ما گفتن، حالا از زبان شما میخواییم بشنویم که شما سفر هنریتان چطور آغاز کردین؟ سفر هنری من از وقتی که به دنیا آمدم پدرم استاد سنتور بود. خیلی خوب. بله. و سنتور نواز بود و من از وقتی که تونستم چیزی بشنوم صدای فرکانس یک آله موسیقیایی چی خوشبخت بودین گوشتان سر است از ابتدا از وقت تولد. بعد یک مقدار زیاد سر و کار داشتم با صدای موسیقیایی از خردترکی تا فعلا و تا فعلا دارم کار میکنم.
خیلی خوب. اگر اجازه شما باشه و حاضرین محترم هم نظر باشن با من، یک آهنگ خود اجرا میکنم. زهدران تو های زهدران تو.